زنجیره بلوکی که در آغاز پیدایش برای ثبت تراکنش‌های رمز ارزهایی نظیر بیت کوین به کار می‌رفت، به زودی تأثیر عمده‌ای بر دیگر بخش‌های زندگی خواهد داشت. از حوزه تجارت و سرمایه تا بهداشت، همه در تلاشند تا از این قابلیت استفاده کنند. برای بیشتر دانستن در این باره، چه جایی بهتر از نشست زنجیره بلوکی در دبی که در نوع خود بزرگترین است؟ انتقال داده به زنجیره بلوکی و دسترسی همزمان به نتایج کلید کار است. زنجیره بلوکی فرایند پردازش را ساده و در وقت و پول صرفه‌جویی می‌کند. برای نمونه، از تولید تا مصرف یک میوه را با استفاده از زنجیره بلوکی می‌توان مرحله به مرحله زیر نظر گرفت. این نمونه ایست از چرخه از تولید به مصرف آناناس. این چرخه با مزرعه‌دار شروع می شود. او می تواند مدرکی از رسیدن محصول را روی زنجیره بلوکی بارگذاری کند. بعد کارگری برای چیدن محصول می آید و ما می خواهیم همچنان محصول آناناس را مرحله به مرحله زیر نظر داشته باشیم. کافی است که کارگری که برای چیدن محصول می آید یک اپلیکیشن موبایل داشته باشد و تاریخ و وزن محصول و شماره سریال جعبه ها را وارد کند. زنجیره بلوکی همه اینها را ردیابی می کند و خریدار می تواند پیش از پرداخت قیمت را بسنجد و مطمئن شود که کار منصفانه ای انجام شده است. وقتی چنین محموله‌ای برای مثال از آمریکای جنوبی به سوی اروپا می رود، می توانید اینجا تمامی واسطه ها را ببینید. همزمان این امکان هست که دمای هوا را حین انتقال محصول زیر نظر بگیرید. گمرک گلوگاهی است که کالاها در آن متوقف می شوند. کارکنان گمرک می توانند با دسترسی به زنجیره بلوکی شفافیت فرایند واردات را زیر نظر بگیرند و ترخیص کالا را تسریع کنند. همچنین بیماران می توانند با زنجیره بلوکی داروی خود را ردیابی و عوارض جانبی را به سرعت به پزشکان منتقل کنند. استاندارد تازه‌ای از پیگیری و ردیابی است که به بیماران اجازه می‌دهد کیفیت دارو را بررسی کنند، یعنی ببینند که دارو در مسیر دست به دست نشده، بیش از حد در معرض گرما نبوده و مستقیم از فروشنده به دست آنها رسیده است. بنابر این برچسبی که ما از آن استفاده می‌کنیم در واقع نوعی تضمین کننده عدم مداخله در محصول است که داخل بسته قرار می‌گیرد. و بنابراین اگر کسی در جعبه دارو را باز کرده باشد، برای خریدار مشخص است که دارو دیگر امن نیست. اگر بیماری از داروی استفاده کند که عوارض جانبی بدی برایش داشته باشد، اکنون میتواند با یک کلیک موضوع را مستقیما به پزشک، تولید کننده دارو و نیز اداره بهداشت اطلاع بدهد. در واقع با ایجاد این امکان که خود بیمار دارویش را بررسی کند، داده هایی که به دست ما میرسد 10,000 برابر داده های یک آمارگیری معیار است و میتوانیم خدمات بسیاری به شرکت‌های داروساز ارائه کنیم، به ویژه وقتی مشکلی در کار باشد. شرکت‌ها می‌توانند در هر کشور یا شهر یک ارزیابی راهبردی آسان و سریع داشته باشند درباره اینکه چه تعداد از محصولات ایمن و سالم به دست مشتری می‌رسند، کجا فروخته می‌شوند و چطور می‌شود این بررسی را در مورد شماری از داروهای مشابه انجام داد. پزشکان می‌توانند در صورت موافقت بیمار به نظر بیمار در مورد هر داروی خاص و واکنش فرد به آن دسترسی داشته باشند. در آینده نزدیک، زنجیره بلوکی در بسیاری فرایندها از خرید آناناس گرفته تا تضمین امنیت دارو نقشی خاص ایفا خواهد کرد.